مراسم فاتحه خوانی و سوگواری شهدای چهارشنبه سیاه. خانواده بزرگ خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، گروه رسانه‌ای موبی و خانواده‌های شهدای چهارشنبه سیاه با آگاهی همه می‌رسانند که مراسم فاتحه خوانی و سوگواری شهدا برگزار می‌شود. نشانی: مسجد عیدگاه، کابل، روز یکشنبه چهارم دل و از ساعت 1:30 پس از چاشت تا ساعت 3 پس از چاشت. حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع خلاف شریعت اسلامی است. شورای علمای ننگرهار با تاکید این مطلب حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع را نگاش میکنند و این حمله را خلاف شریعت اسلامی میدانند. باشندگان ننگرهار و شورای ولایتی از حکومت میخواهند تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کنند و نتیجه بررسی هایشان را با مردم افغانستان شریک بسازند. بر روز چهارشنبه یک حمله کننده این تاریک سوار بر یک موتر بود. مواد انفجاری هم راش را در برابر موتر کارمندان تلویزیون طلوع منفجر ساخت. اما این حمله با واکنش های سخت شهروندان کشور روبرو شده است. از این میان باشندگان ولایت ننگرهار می گویند که روزنامه نگاران و کارمندان رسانه‌ای افراد بی‌طرف هستند و حمله بر آنان ظلم روشن است. دادی اسلامیت کار نه داد نید افغانیت کار ده په ټول افغانستان باندې حمله دا داد نو د مسلمانو خلکو کار ده بلکې دغه د طلوع تلویزیون ته کوم کارمندان دي دوی ته د الله جل جلاله څخه روغ صحت غواړم او د شهیدان ته جنت فردوس الله جل جلاله څخه غواړم او بلکې موږ ټول افغانانو ته بلکې خصوصا ټولو لړکونو چارواکو ته دا پکار دي چې افغانستان ته ژمن او واحد واوسي. تېره ورځ چې کوم برید شوی دی دا زه غندم او د جګړې د ښکېلو خواوو نه غوښتنه کوم چې خبریالان او ژورنالیستان چې دي دا بې پرې او خپلواک خلک دي دوی د هیچا په فایده او ګټه باندې کار نه کوي. شورای علمای ننګرهار نیز این حمله را نیکوهش می کند و آن را خلاف شریعت اسلامی می داند. موږ افغانان چې په مطبوعاتو کې کار کوي هغه خدمات چې دوی کړي دي د وطن او دین دپاره هغه خدمات یقینا نه هېرېدونکي دي او نه یې افغانستان ولس هېرولی شي او دغسې پېښې او د دوی وژنه حتی د دوی تهدیدول او دوی ته نقصان رسول په هر شکل چې دا حرام او ناروا ده. دا د اسلام نه نظر هیڅ مشروعیت نه لري چې د یو مسلمان دغه د طلوع تلویزیون کارکوونکي ټول مسلمانان او افغانان ول نو د دغه خلکو وژنه دا ناروا ده او اسلام د دې جواز نه ورکوي. شورای ولایتي ننګرهار و باشندگان این ولایت از حکومت میخواهند تا عاملان این جنایت را بازداشت کنند. د ننګرهار د ولسونو د ولایتي شورا په نمایندګۍ په کلکو ټکو غندمه ځکه چې رسنۍ یو بېطرفه ارګان دی. دوی کوم نظامي یا سیاسي ارګان نه دی چې مخالفین یې ټارګېټ کړي. فکر کوم چې دا د هغه خلکو کار دی چې نه غواړي چې حقیقتونه په ډاګه کړي. د حکومت باید د دې څارنه او پلټنه وکړي تر څو د دې عاملین پیدا کړي. نه یوازې چې دا اخرنی برید دی، امکان لري چې دغسې بریدونه نور هم ترسره شي او باید د دې مخنیوی وشي او حل لاره ولټول شي. این حمله نه تنها در ننګرهار بل در سراسر کشور با انتقادهای تند مردم به همراه شده است. سید هاشم هاشمی استاد دانشگاه و برنا صالحی آگاه مسائل سیاسی با ما هستند. درود بر شما مهمانان عزیز. آقای صالحی شما آغاز میکنیم، در کجا شما یک تحقیق را دیدین که رفته باشه در دهات افغانستان در نقاط مختلف تحقیق کرده باشه علت به افراطیت، علت از اینکه فرزندان این خاک را روان میکنند برای دروس دینی به خارج از افغانستان، پس دوباره اونا میاین با اندیشه های کاملا متغیر و به افراطیت و عمل حراس افکنان را در برابر مردم خود انجام میتن و اونا دلایل مختلف به خاطر این کار خود میارن، چرا فکر میکنین که یک مرکز ساخته نشد که لااقل عوامل شب باستاب بته مردم لااقل بفهمه که چرا یک فرد افراطی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان محترم طلوع نیوز، استاد گرامی سلام عرض میکنم. من طور از تسلیت به خانواده شهدا و به کارمندان و نیت رهبری موبی گروپ خدمت شما عرض شوه که بحث افراطیت در دنیای امروز چه در اسلام و در گذشته ها در مسیحیت و در یهودیت یک بحث داغ و دامنگیری برای جوامع بوده که او با مبنا قرار دادن دین و او ذهنیت
دینی افراد و اشخاص عمدتا افراد ناگاه از دین و مسائل دینی همیشه به شکل می آمده وارد جامعه می شده که به سادگی و با توجیهات و توصیه های محض و تنها نمی شده جلوش گرفته شده و از خطراتی که او باعث می شده جامعه را نگاه داشته می شده. قسمی که حالی ما در افغانستان می بینیم این تنها گروه طالبان نیستن، قبل از گروه طالبان هم که القاعده وجود داشت در افغانستان و قبل از او هم که گروه های جهادی تقریبا یک تعداد از گروه ها به شکل افراطی و با دیدگاه بسیار متحجرانه و تنگ نظرانه می آمدن و وارد جامعه افغانستان می شدن، غیر از خود همه چی را رد می کردن و جز کشتن و حذف فیزیکی رای دیگه برشان وجود نداشت در پیش دیدگاهشان و در برنامهشان که خود را قانع بسازند. در افغانستان به خصوص بعد از آمدن نظام دموکراتیک در این کشور، وقتی که بحث حقوق بشر و آزادی رسانه و آزادی بیان و دموکراسی و اینا مطرح شد، در مقابل جریان های افراطی در قالب طالبان و بقایای القاعده چیزی را که پیش روی خودشان من حیث دشمن تلقی و تجسم کردن، اما آزادی بود که در شکل ها و شیوه های مختلف چه در رسانه چه در جامعه مدنی چه در بحث دانشگاه ها اهالی مطبوعات رسانه ها تجسم پیدا میکرد. اینا فکر میکردن این ارزش های غربی است، ارزش های کفری است، این ارزش ها وارد جامعه اسلامی شده و این جامعه اسلامی را از دینشان، از مذهبشان، از عنعناتشان و از رسومشان دور میکنند، در حالی که این نشان میداد که اونا نسبت به ارزش های جدید، نسبت به مفاهیم دینی در عصر جدید ناگاه هستند. حالا هم وقتی می کسی انتحار میکنه، او با یک اعتقادی که خودش فکر میکنه یک اعتقاد پاک به خاطر دین و رضای خداست، اما پشت سر از او برنامه هایی هستن که ابزار قرار میتن ای انگیزه و ای عقیده پاک را. ما تعداد بسیاری از هموطنهای ما را در مدارس پاکستانی و در سایر مدارس حتی در داخل خود افغانستان داریم که اونا میرن علم شریعت یاد بگیرن، ولی حلقات هستند که یا کشورهای هستند یا سازمانهای هستند که پشت سر این ذهنیت های پاک استادن و اینا را ابزار قرار میتن به خاطر رسیدن به مقاصد سیاسی خودشان. کشور پاکستان یکی از کشورهای در سطح کره زمین است که از بدو به وجود آمدنش تا امروز حربه قوی تر از افراطیت نداشته. چه در سمت افغانستان تا این لحظه کار ببینین، برای پاکستانی ها سود بیشتر از این بوده نمیتونه که کشور مثل افغانستان همیشه درگیر جنگ باشه و همیشه خودش محتاج به پاکستان فکر بکنه و او طرف سود بیشتر به پاکستان از این نمیباشه که قدرت اتمی و بزرگی را که رقیب پاکستان محسوب میشه، یعنی هند، را درگیر بکنه در منازعه کشمیر و همونطور از کشورها و قدرت‌های بزرگ امتیاز بگیره در بحث مبارزه با این کشور. حالا مرفع نیست که بگویه که ما توانستیم از این ابزار به گونه درسترش استفاده بکنیم، در حالی که در نقاط مختلفش حملات انتحاری و انفجاری صورت میگیره، مردمش به خاک و خون کشانده میشه. همون روزی که حمله بالای کارمندان تلویزیون طلوع صورت گرفت، فرداش در شهر پشاور در چهارصده در آنجا بالای یک مکتب، یک دانشگاه پادشاهخان حمله صورت گرفت که بیشتر از 20 تن کشته شد. حالا فکر نمیکنین که هیچ کسی نمیتونه با آتش بازی بکنه، هیچ کسی نمیتونه با کارهای وقتی کارهای خطرناک در جهان فعلی در قرن 21 گذشته دیگه این ابزارهایی بوده که در گذشته استفاده میشد، ولی فعلا فکر نمیکنین که وقتش سیر شده؟ ببینین، من فکر میکنم که حالا به شکل دیگه و به چهره جدید ای در حال تبارز کردن است. وقتی شما بحث داعش را مطالعه میکنین، میبینین که یک ذهنیت افراطی اسلامی در مبنا البته داره تقریبا جهانی میشه، حداقل سطح جهان اسلام. شما قضایای سوریه را میبینین، وقت عراق را میبینین، حتی در کشورهایی که همپیمان ایالات متحده امریکا هستند، ظاهر قضیه را اگر او طرف بگذارین در بطن جامعه
و در متن اجتماع وقتی که داخل میشین میبینیم که این ذهنیت داره دوباره با وجود میاد. مشکل اساسی ای هست که ما دولت‌هایی را که در کشورهای اسلامی داریم یا در پاکستان که حالا شما گفتین یا در افغانستان، اینا با برنامه‌های جامع وارد نشدند تا مردم را اینا به شکل مدیریت بکنن جوامع را که اینا علایقشان به سمت سوی حرکت بکنن که خیر و فلاح جامعهشان است. متاسفانه یا اینا به دامن ایالات متحده امریکا و غرب افتادن یا آمدن او سیاست‌های استبدادی تنگ نظرانه متعصبانه سمت گرایانه کوچک خود را تحمیل کردن روی اقشار مختلف جامعه. جامعه دیگر رای نیافت جز ای که پناه ببره به افراطیت و به تروریسم و پناه ببره به ای که از هر طریقی بتانه اینمی نظام حاکم است صدمه بزنه. هرگاه ما امروز حمله به کارمندان تلونیو صورت گرفته، این حمله اول هم نیست، آخر هم شاید نباشه. بیشترین صدمه را ما دیدیم، بیشترین آسیب پذیری رسانه ها اهالی مطبوعات در طی 15 سال داشتن از افراطیت و ترور. تنها علتش این نیست که اونا چقدر ظالم هستن، خشن هستن، اونا چقدر دشمنی دارن با آزادی. بخش کلانش به نظر من بی برنامگی، عدم درایت لازم و کافی رهبری سر طیفای مختلف جامعه و سمت سو دادن اقشار و طیفای اجتماعی به سوی ارزش‌های جدید از طرف رهبری دولت افغانستان چه در گذشته و حال حاضر بوده. شما آقای کرزی را داشتین من حیث رئیس جمهور که آمده بود با انتخابات، ولی بارها او با طالب ها به شکل پیش آمد که تصور میکردی که طالب اصلا تروریست نیست، طالب اصلا در برابر آزادی نیست. از زندان ها آزاد شدن و بحث های متعددی که خب رسانه هم شاهد هستن و مردم افغانستان هم. جناب استاد، خب بر اندازه ای که گروه های تلاش کردن افراطیت را رشد بتن و به اهدافشان برسن، آیا به مو اندازه نهات ها و حکومت ها هم تلاش کردن تا در برابر افراطیت مبارزه بکنن؟ یا که فکر میکنین نه، فقط یک طرفه بوده، فقط افراطیت را تلاش کردن رشد بکنن و هیچ کار در برابر مبارزه با افراطیت صورت نگرفته؟ به نام خدا، سلام و صلوات بر روح پاک شهدا. ببینین امروز در رابط بین الملل و مشخصا وقت ما مباحث امنیت بین الملل را باز میکنیم، عمدترین تهدیداتی که مطرح هست و به عنوان تهدیدات عمده در و چالش های عمده فرارای امنیت بین الملل مطرح میشه، بحث های تروریستی، بحث های انتحاری یا از بین بردن جان خود و حملات بمب افکنی و بمب گذاری هاست که امروز پیشرفته ترین سیستم ها و نظام های امنیتی جهان کم آمدن در ارتباط. ما شاهد حملات هم در آمریکا بودیم، هم در فرانسه بودیم، هم در آلمان بودیم، هم بر ایستگاه قطار در لندن انگلستان بودیم. یعنی کشورهایی که دارای پیشرفته ترین ابزارها و پیچیده ترین سیستم های امنیتی است، باز هم این تهدیدات و این شبکه های تروریستی بر درون این سیستم ها نفوذ کرده و حملات را انجام داده که افغانستان هم از این مستثنا نیست. ما نمیتونیم بگیم چرا در جغرافیای افغانستان چون این حملات رخ میده، اما وقت ما نحوه و تعداد این حملات را در افغانستان بررسی میکنیم، اینجا سوال ایجاد میشه. دیگه دنیا در ماه یک بار حمله انتحاری دارد، در سال یک بار دارد، اما افغانستان هر روز حمله انتحاری است. اینجا هر روز ما یک فامیل را در عزا می نشانیم. حالا در دیگه کشورها وقتی که یک حمله اینطوری صورت میگیره، بنا ریشه هایش میرن تلاش میکنن پیدا بکنن، پلیسش تلاش میکنه و او را پیگیری میکنه، حتی اگر دو سال سه سال هم بگذره بالاخره حاملانش یک بار یک روز بازداشت میشه. یقیناً و حتی مقام هایی که غفلت کردن برکنار میشن، تغییر در استراتژیشون با وجود میاره، حکومت ها حتی تبدیل میشه، حکومت بعدی به خاطر ضعفی که وجود داره کابینه حتی منحل میشه. در افغانستان کدام یک از اینا تطبیق میشه؟ کدام مقام امنیتی به خاطر غفلت برکنار شده؟ کی شخص بهتر بوده و او همیشه بوده تبدیل نشده؟ و همین گونه چی تغییر در استراتژی و پلان حکومت افغانستان با وجود آمده و در کجا یک رویداد پیگیری شده؟ حالا یک حادثه که در یک نقطه صورت میگیره، میبینید که تعداد زیاد پلیس میاد، برای چند روز تلاشی های بسیار زیاد هست همونجا معترا به عذاب، اما بعدا او حادثه فراموش میشه و حادثه دیگه اتفاق میفته و پلیس اونجا میره.
من کاملا موافق هستم. مشکل کار دارم اینجاست که وقتی حادثه در افغانستان به اتفاق میفته، این حادثه بسیار به زودی فراموش میشه. من امروز پشت میز آمدم نه به خاطر اینکه تقبیح کنم یا تسلیت بگم. من تسلیت به هیچ یک از افراد جامعه نمیگم، به مو فامیل شهیدم نمیگم، من انتقام میگم. امروز ما باید یک رستاخیز و حرکت ملی را برای بیاندازیم که در این حرکت هم دولت شامل باشه، هم عامه ملت شامل باشه، هم رسانه های افغانستان، هم جامعه مدنی، هم اساتید دانشگاه، تمام آنانی که می نویسن، حرف می زنن، بیان می کنن و توانایی دارن باید کار بکنن و یک رستاخیز ملی را این حرکت و این جوانانی که امروز خونشان به زمین ریخته نامردمانه شهید شدن، باید ما با آخرین حمله انتحاری در کابل و در افغانستان تبدیلش بکنیم و این توان و این انرژی و پتانسیل نزد ما موجود است در صورتی که کار صورت بگیره. و صادقانه من خیلی دوست دارم دولت فردایی که فاتحه عمومی شهدا است، همین 8 نفری که امروز در رسانه ها پخش شده که اینا را به عنوان عاملین این قضیه پیگیری کرده، پیش از اینکه ختم فاتحه و ختم این مراسم آغاز شود، باید اینا 8 نفر در اون مسجد ایدگاه بدار زده شوه. این از پاسخ حکومت. این زمان است که ملت اعتماد پیدا میکنه، ملت انگیزه پیدا میکنه و در این جو دیگر زندگی وقتی که قربانی میتن مردمش به خاطر اصلاحات، یک نسل لاقل یایی که فکر کنین برای یک سال دو سال مبارزه صورت میگیره تا بالاخره یک اصلاحات با وجود میاد که نسلهای بعدی آسوده و آرام زندگی میکنه. اما چرا در افغانستان هر نسل میسوزه، هر نسل قربانی میتب، اما در کشور امنیت نمیه و اصلاحات وجود نمیه؟ مشکل هم اینجاست، یک مرد نمیه صادقانه استاد نمیشه تا مردم را رهبری بکنه. هر کی آمده اغراض شخصی داشته و به اساس خواستهای خیلی خرد و کوچک شخصی ملت را سرنوشت شرقم میزنه، حکومت را رهبری میکنه. بیای کسی به این ملت انگیزه بده، بیای کسی ملت را به سمت سعادت و رفاه ببره، بیای کسی ملت را بفهمونه که ارزش و مفهوم واقعی زندگی چیست. کسی باید این ملت را رهبری بکنه که افغان ها را برای جهانیان به عنوان مردمانی که صلح را دوست دارند و صلح را درک میکنه و خاصشان است که مثل دیگر افراد جهان در کنار اونا در فضای صلح‌آمیز، در فضایی که همه مثل برادر و خواهر با هم زندگی کنن. افغان ها صلح طلب هستن، افغان ها دوست دارن مثل دیگرها. ما بیش از حد از کاروان توسعه جهانی باز مانده. معاملش همین بوده، نبود رهبری، نبود مردای صادق. امروز همین حکومت وحدت ملی ما اگر بخواهد صادقانه اراده بکنه، تمام مردم افغانستان با جان واحد معنی استاد میشن و حمایت میکنن این حکومت را. ما در چند مورد دیدیم در همین گفتگاه صلح که با همی خائنین و همی بیخرد مردمی که میای خونی مردم را به زمین میرزه، همی مخالفین دولت، همی پروسی صلح که صورت میگیره در کدام گوشش آمده از شهروندهای افغانستان نظر خواسته و گفته که خواست شما صلح چی است؟ شما با کدام پیش شرط و با کدام روی کرد میخواین با این مخالفین صلح کنین؟ وقتی دشمنی تعریف شده، دشمنی جان ما و شماست. نه به مکتب ما اینا احترام میگذارن، نه به دانشگاه ما، نه به شفاخانه، نه به نهادهای رسانه‌ای ما که بی‌طرفانه کار میکنن، نه به مراکز دینی، حتی مسجد که مسجد است اینا آمدن انتحار کردن در درونش. این دیگه اوج وحشت است، اوج بربریت است. برمیگردیم به شما آقای صالحی، فکر میکنین همچون حکومت به یه روی کردش در پروسه صلح ادامه خواهد داد؟ ببینین، من فکر میکنم چیزی که در طی 14 سال گذشته بسیار به پاسخ مونده پیش مردم افغانستان همی بوده که صلح چگونه، با چه کسی، با چه روی کرده، با چه برنامه. در این شکلی نیست. حالا ما عزادار هستیم، با احساسات حرف میزنیم، اما واقعیت مسئله ای است که جنگ رای حل نیست. در افغانستان از گذشته تا حالا گفته شده وقتی که جنگ رای حل نیست، بدیل جنگ صلح است. البته صلح از خود معنا داره، مفهوم داره و صلح از خود یک برنامه تدوین شده داره. صلح طرف داره، طرف صلح باید معلوم باشه و برنامه که برای صلح گرفته میشه در تبانی با خواست مردم افغانستان باید تبیین شوه که متاسفانه در گذشته چنین یک برنامه وجود نداشته و در حال حاضر هم وجود نداره. فکر میکنید که 14 سال
روی پروسه صلح حکومت افغانستان در گذشته و در حال زحمت کشیده، تانوز یک تعریفی از صلح را نکرده، طرف صلح افغانستان مشخص نشده و چارچوب برای صلح نساخته. ببینین اصلا مقصد بر مقصد از اراده وجود نداشته فکر بکنین. اصلا هدف رسیدن به صلح پایدار در افغانستان نه از طرف دولت افغانستان وجود داشته و نه از طرف طرفهای مخالف وجود داشته و نه از طرف کشورهای همسایه که موثر بودند به فرایند صلح در افغانستان، که پاکستان باشه یا ایران باشه یا چین یا ایالات متحده آمریکا. در گذشته یک چنین چیزی وجود نداشته و از طرف هم روی مسائل اساسی در مورد صلح هیچ وقت صحبت نشده. شما یک کسی را همراهش صلح میکنین، گفته نمیتونین که تو صلاحیت بگذار جنگ نکن تا ما حکومت بکنیم. صلحی است که شما با اینمو جریان را که فکر میکنین اهل جنگ نیست، اهل منطق هست و او به صلح تن میده، در یک فضای بسیار باز، در یک فضای اعتماد و احترام متقابل میشینین صحبت میکنین. در این شکی نیست بسیار از جریان ها و گروه های حتی درون طالبان و القاعده و نمیدانم جریان های مخالف دولت افغانستان هستن که اونا به هیچ سر حاضر نیستن با دولت افغانستان و مردم افغانستان صلح بکنن، به خاطر که اونا صلح بکنن نابود میشن، منطق اونا منطق جنگ است. ولی یک تعداد از گروه های هستن که اگر رویشان کار شوه میشه اونا را در صلح آورد و داخل نظام و حکومت کرد، که در گذشته هم دولت یک برنامه جامع و کامل نداشته و در حال حاضر هم نداره. حالا که بحث پاکستان مطرح شده و بحث چین و بحث ایالات متحده آمریکا، دیده میشه که پاکستانی ها یک مناطق میخوان برای طالبان و یک به اصطلاح چه بگوییم یک چارچوب حکومتی یا اداری یا اماراتی در بخشی از افغانستان میخوان، یا دفتری میخواهند امریکایی‌ها که با طالبان مذاکره بکنن، یا چین هم برنامه های اقتصادی خود داره. اینا هیچ وقت معنایش نیست که ما را به صلح پایدار و دوامدار در افغانستان میرسانه. یعنی در این کشور کسی نه در بحث جنگ و نه در بحث صلح با اراده و هدفمندی صادقانه عمل نکرد متاسفانه. همونطور که دوست ما پیشتر گفتن، هر کسی آمده چند روزی به خاطر در قدرت و منصب ماندن خودش و جیب پر کردن و تعداد اعضای خانواده‌اش در حکومت گماشت، حرفای را به خورد مردم فریبکارانه داده و بعد رفته. شما ببینین ما دوره طلایی را در 13 سال گذشته از نظر اقتصادی، حمایت جامعه بین المللی، از نظر آزادی و دموکراسی و هر چه که شما فکرش بکنین در این کشور داشتیم. اگر یک آدم وجود می داشت در این کشور صادقانه و دلسوزانه عمل میکرد، ما امروز به همین وضعیتی که داریم میرسیدیم. هر روز فرزندان مردم کشور است که حالا یک آدم یا همیشه فکر میکنین که دلسوزانه کار بکنه. چرا هر بار فکر میکنین که در برابر مردم افغانستان ظلم از سوی کسانی میاد که ببینین عوامل متعدد داره. یک بخش بسیار عمدهش عوامل داخلی است که در این کشور گذشته که حکومت هایی که در گذشته وجود داشته، این حکومت ها علی سویه بر مردم افغانستان عدالت را در بحث حکومتداری رعایت نکردند. امروز اگر کسی میایه از یک آدرس قومی در رهبری کشور قرار میگیره، برای خود از او تاریخ او استبدادهای گذشتهش به یادش میایه که نباید ما امو سلسله را قطع بکنیم از پیش ما بره، و این کسای دیگه که در طرف مقابل از این قرار میگیرن با ترسی که از گذشته دارن، یک بحث جنجالی اختلاف قومی در این کشور متاسفانه تا امروز است. هر چقدر ما از وحدت ملی صحبت میکنیم، از برادری و مسالمت و اینا در حرف صحبت میکنیم، وقتی که در عمل میریم اینمی بحث داغ و کلان قومی من حیث یک اختلاف کلان وجود داره. یک بحث دوم، مشکل اساسی ما با همسایه جنوبی ماست که پاکستان هست. پاکستان با ما مشکل ارضی داره و پاکستان به سادگی رها کن نیست افغانستان را. اگر افغانستان یک حکومت دهیش به وجود بیایه، ای سه سه یک بر سه سه خاک پاکستان را میخواه. اینا دایه دارن. من به جای پاکستان باشم جنگ نمیگذارم در افغانستان ختم شوه، به خاطر که منافع ملی ما در خطر میفته با یک افغانستانی که بر علیه ما دایه داشته باشه. به این نسبت هست که هم اختلاف قومی در داخل و هم این تعارض دیدگاه ما یا تضاد سیاست ما و منافع ما با پاکستان باعث شده متاسفانه ما همچون یک وضع و حال داشته باشیم. جناب استاد، حالا فکر میکنین که چقدر خود ما مقصر بودیم که نتونستیم یک رهبر دلسوز را برای خود انتخاب بکنیم؟ لااقل در چند انتخابات خب ما خود ما رفتیم، کسان را انتخاب کردیم که برشان رای دادیم که بعداً سر با حکومت کرد. چرا فکر میکنین هنوز هم ما در یک وضعیت هستیم که یک فرد میاد چند حرف شیرین میزنه، براش باور میکنیم، بعداً پشیمان میشیم؟
فقط یک کلمه، نبود آگاهی و این نیاز به زمان داره. همونطور که ما وقتی روند توسعه را در تمام ابعادش در یک جامعه بررسی میکنیم، نیاز به زمان داره. افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ما در مسیر توسعه قرار داریم، یعنی یک کنیم دهه که میگذره خیلی چیزا تغییر کرده و بزرگترین تغییرات را همین رسانه ها بوده که آورده. امروز ملت را به خودآگاهی آورده رسانه ها، امروز در درون خانواده های رسانه ها رفته تمام مسائل ارزش های خانوادگی را براشان فهمانده با برنامه های خوبشان، مسئولیت های شهروندی و مسئولیت هایی که در قبال دیگه افراد جامعه داره فهمانده، حکومت ها را خوب فهمانده که پیش از این دیگر اگر کجروی بکنن و به حاشیه برن و ملت را به حرف دلش گوش نته، این ملت ابزار فشار را داره که دوباره این حکومت ها را سرنگون کنه. ببینیم در روابط بین الملل یک بحث خیلی عمده، یک اصطلاح معمول وجود داره که میگه دولت ها در پی تحولات میروند، نه تحولات در پی دولت ها. به می شکل در محیط داخلی دولت ها وقتی ما بررسی میکنیم، همیش ملت ها هستند که دولت می سازند، نه دولت ملت ملت را. و امروز هم اگر مردم افغانستان، ما یقین دارم که خیلی چیزا تغییر کرده دیگه، حتی ما 10 سال پیش را با امروز نمیتونیم مقایسه بکنیم، چی برسه که دهه 60 و 70 و حتی دهه 90 را مقایسه بکنیم. خیلی چیزا تغییر کرده. امروز دولت اگر اصلاحات به میان نبیاره، اگر دولت و اینی رهبرایی که فعلا حکومت میکنه در مسیر درست خود را قرار نده، چنین حادثات و چنین رویدادهایی میتونه یک رستاخیز ملی را به میان بیاره و به یک تحول کلان را. چرا وقتی ما در تاریخ جهان بررسی میکنیم همیشه تحولات بزرگ امو جرقه آغازینش از چنین رویدادهایی بوده و این رویدادها اگر درست پیگیری شود و اگر درست تمام افراد جامعه در هر بخش و در هر سکتوری که مصروف فعالیت هستن صادقانه بیای رویدادها را بررسی بکنه و مسئولانه به عنوان یک شهروند مدنی شجاعت مدنی از خود به خرج بگذاره و بیای به تمام ناملایمات و نابسامانی ها چه از جانب گروه های مخالف و گروه های وحشی که به عنوان دشمن امروز ما را از بین میبره و چی در برابر این نارسایی هایی که از طرف دولت صورت میگیره استاد شما، من یقین دارم که تشکر. تمام شرایط به نفع افراد جامعه و به نفع رفاه و سعادت جامعه تغییر میکنه، این ممکن است. سپاس از ظهور شما سید ساشم هاشمی استاد دانشگاه و برنا صالحی آگاه مسائل سیاسی، از ظهور شما سپاسگزار هستیم. تشکر. نیمروز همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.